درود بر ایرانیان. در پست قبلی من یک انذار و هشداری نسبت به تندروی از هر دو سو دادم، حزب اللهی ها، بسیجی هاش و فدایی های سلطنت و سلطنت طلبی. متاسفانه با حمله بسیار تند برخی از طرفداران سلطنت روبرو شدم و حالا اتهام که این از خودشون، این بسیجی، اون گفت که فلان، این گفت که از پروفایل شما معلومه که سابقتون چیه. آقا من حقی هستم بماند. من میگم تندروی نکنید. اگر شما تندروی کنید، اونها تندروی کنند، نتیجه نخواهیم گرفت. تندروی نکنید، راه حل برای آینده کشور بدید. بگذارید مردم انتخاب بکنند. در آینده مردم انتخاب بکنند چی میخواهند. مواظب همدیگر باشیم. این چه طرز رفتاره؟ این رفتار بسیار بسیار زننده است که اگه کسی یک انتقادی میکنه. من عرض کردم که فائزه هاشمی با هر سابقه، با هر خانواده، با هر نمیدونم وراثتی، یک انسانه، یک کنش داشته، کنش اجتماعی داشته. بسیاری هم از کنش او راضی هستند. از در امروز فائزه هاشمی باید دید که چه رفتاری و چه کنشی داره، از کی دفاع میکنه، چگونه در واقع چه نظریه‌ای داره. این رو در نظر بگیرید، این که پسر شاه بوده، این دختر هاشمی بوده. اون مگر ما بحثمون بحث ژنتیکی است؟ مگر نه این که ما مخالف وراثتی بودن حکومت و اینجور مسائل هستیم. یکی نوشته بود که من اصلا بسیجی شاه نیستم، من فدایی شاهم. عرضم اینه، فدایی بودن بهتر از بسیجی بودنه. فدایی بودن بهتر از آخه چرا انسان باید فدایی کسی باشه؟ چرا ایرانی نباید فدای ایران بشه؟ چرا باید فدای فرد بشه؟ ما مشکلمون اینه که متاسفانه هنوز شخص پرستیم، فرد پرستیم. ما باید اینقدر سیال باشه سیستم حکومتیمون و ژله‌ای باشه که هر زمانی که دوست داشتیم سیستم حکومتیمون رو عوض بکنیم، هر زمانی که اراده کردیم. اینقدر باید ما در قانون اساسیمون این نکات رو ببینیم که هیچ وقت نگران نباشیم که یک دیکتاتوری دیگری شکل بگیره. بنابراین من خواهش میکنم از طرفداران سلطنت پهلوی، اونایی که میگن که اصالت ایران به شاهنشاهی بودنشه، باز توجه کنن به حرفای من. برخی پرسیده بودن که پس منافقین چی؟ من نمیدونم منافقین کی هست، ولی اگه منظورتون طرفداران مریم رجوی است، از نظر من اونها اصلا جایگاهی در ایران ندارند و هیچ نسبتی با منافع ملی ایران ندارن و نخواهند داشت. و از نظر من، شاید نظر من اشتباه باشه، اونها رو من اصلا به عنوان یک جریان سیاسی عادی و بی خطر قبول ندارم. جمهوری اسلامی رو، گفتمان جدیدش رو قبول ندارم، گفتمان سلطنت رو قبول ندارم شخصا دارم میگم. ولی اگه مردم ایران فردا گفتن مشروطه یا فردا گفتن جمهوری اسلامی، به نظر اکثریت احترام میگذارم. خدا نگهدارتان.